سرخط خبرها. اعلام ممنوعیت سفر برای 5 شهر بزرگ ایران. وزارت بهداشت میگوید شمار واقعی قربانیان تقریبا 2 برابر آمار رسمی است. مخالفت رئیس قوه قضاییه ایران با چرخاندن خلافکاران در شهر بدون حکم دادگاه. نیروی انتظامی اما از عملکرد خود دفاع کرد. آغاز مذاکرات اسرائیل و لبنان بر سر مرزهای دریایی. دو طرف میگویند عادی سازی روابط مطرح نیست. و مصائب تازه پناهجویان در جزیره لسبوس یونان بعد از آتش سوزی در کمپ موریا. اردوگاه جدید را آب گرفت. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. با ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران، دولت ورود و خروج از شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه رو در 3 روز آینده ممنوع کرد. مسئولان نگرانند که رفت آمد به این 5 شهر در تعطیلات پیش رو ابتلا به بیماری کووید 19 رو شدیدتر کنه. به گفته مقام‌های وزارت بهداشت، افزایش ابتلا به این بیماری با میزان مسافرت‌ها ارتباط مستقیم دارد. با اعلام جان باختن 279 نفر در شبانه روز گذشته، آمار رسمی قربانیان کرونا باز رکورد تازه‌ای زد. باران عباسی گزارش می‌دهد. مشهد، آرامگاه امام 8 شیعیان، در آستانه 3 روز تعطیلی در سراسر ایران، در شرایط بحرانی شیوع کرونا. نگرانی از هجوم مسافران به اینجا و دیگر شهرهای بزرگ دولت را به فکر ایجاد محدودیت‌های بیشتر انداخته. در سرعت انتشار و در گرفتار کردن جمعیت بیشتر برای محرزه که سرعت عمل بیشتری ویروس پیدا کرده، 5 شهر مهممون که میزان شیوع بالاست و همچنین گرفتاری های ممکنه بدتر از این برای اون به وجود بیاد، مثل کلان شهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه، اجازه بدن که ما در این 3 روز تعطیلی منع عبور و مرور رو و محدودیت رفت و آمد رو اعمال کنیم. مسئولان میگویند بین افزایش شمار مبتلایان و میزان مسافرت‌ها ارتباطی مستقیم وجود دارد. بعد از هر تعطیلات و بعد هر مسافرت، میزان شیوع و بروز بیماری بعد هر تعطیلی ابتلا درش بالا میره. عروسی خوب و اصلا عروسی های پر جمعیت که تو روستاها و شهرهای کوچیک است، مطمئن باشید که قتلگاهه. در روزهای گذشته میزان ابتلا به کرونا شیب سعودی پیدا کرده و آمار مرگ به طور چشمگیری بالا رفته. به گفته وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 4800 مبتلای قطعی شناسایی شده و حدود 280 نفر هم جان خود را از دست دادند. از این بالاتر، هرچند که سخنگوی وزارت بهداشت تایید کرده که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است، چیزی که پیشتر هم منابع بیمارستانی بر آن تاکید کرده بودند. خیلی ها رو ما با کرونا درمان میکنیم به عنوان کرونا در بیمارستان، ولی چون تستش و منفیه، مثل سایر کشورها طبق پروتکل WHO جزء مرگ کرونایی طبق پروتکل حساب نمیشه، ولی ما میدونیم که این کروناییه، یعنی تو بسته‌بندی کرونایی میفرستیم و بس این رقم رو به یه رقم مثلا چند برابرش باید بکنیم. حالا ممکنه 1.7 برابر کنیم، 1.5 برابر کنیم، 2 بکنیم، 2.2 بکنیم، بسته به استان هست. شرایط بحرانی شیوع بیماری از وضعیت بیمارستان ها پیداست. کمبود شدید تخت خالی مخصوصا در بخش مراقبت های ویژه و فشار روزافزون بر پزشکان و پرستاران. من سه دانشگاه رفتم بستری نکردم. من خمینی رفتم بستری نکردم. بعد 3-4 بیمارستان های شخصی رفتم بستری. الان جمعیت جوری زیاد شده که اگه دوباره بیمار بیاد بعد بشینه بین تخت ها و رو صندلی ها و اینا. مقام ها علت را در بی‌توجهی شهروندان به مقررات بهداشتی می دانند و می گویند راه حل مقررات سختگیرانه تر است. از جمله اعمال جریمه برای ماسک نزدن و نماندن بیماران در قرنطینه.
در پایتخت یکی از بحرانی ترین نقاط ایران، ورود به بهشت زهرا جز برای خاکسپاری درگذشتگان ممنوع شده. در ادامه درخواستا برای خودداری از مسافرت‌های غیر ضروری، آستان قدس رضوی هم از مردم خواسته به حرم نیایند و از راه دور زیارت کنند. با این حال درهای آرامگاه امام هشتم شیعیان همچنان باز است و بخشی هم که پیشتر تعطیل بود حالا قابل دسترسی. نمونه ای از شرایطی که در میزان تاثیرگذاری محدودیت‌های جدید تردید ایجاد می‌کند. باران عباسی، بی بی سی. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هست. آقای دکتر، وقتی که بی بی سی فارسی مدتی پیش اعلام کرد که این آمار و ارقام ممکنه تعداد بیشتر باشه، تعداد کسانی که قربانی ویروس کرونا شدن، مأمورهای دولتی نپذیرفتن، ولی حالا کم و بیش دارن خودشون تایید میکنن که این احتمال وجود داره که دو برابر بشه قربانیان. چقدر شما فکر میکنید در کشورهای دیگه این مسئله رعایت میشه؟ مثلا کسانی که به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای میمیرن اما علت در عمل کرونا بوده. حضورتون ارشد، بله، خب این خیلی نکته مثبتی است که این صداقت رو ما دیدیم در گفتهای مقامات وزارت بهداشت و بسیار قابل تقدیر است. به طور کلی مرگ رو بر اساس پروتکل ها در اوایل شیوع بیماری کرونا کووید 19 بر اساس تست مثبت میدونستن، ولی بعد از اون مواردی رو که با سی تی اسکن و موارد دیگر تشخیص داده شد به اون اضافه کردن. یعنی تمام دنیا موارد سی تی اسکن به علاوه موارد تست مثبت رو گزارش میکنن و خب در نهایت یه محدوده ای هم از خارج از این تعداد که این محدوده تست مثبت ندارن و اونها رو نمیشه به طور قطعی کووید 19 اعلام کرد، ولی ما میدونیم که علایم بدین ترتیب هست. بله، از اولش هم میدونستیم که خب تعداد واقعی و اصلی فوتی در کشورمون متاسفانه بالاتر از اون چیزی که اعلام شده است. آقای دکتر، در تعدادی از شهرها هم رفت و آمد جلوی اون گرفته شده. 5 شهر ظاهرا برای سفر الان ممنوعیت هست. چقدر این ممانعت از رفت و آمد میتونه کمک بکنه؟ حضورتون ارشد، خب این چیزی که مدت‌های پیش بایستی انجام میشد. ما خب یه مقداری تو عمل کردی که دیدیم از سیستم کنترل کننده کووید 19 در ایران اون مقداری از اون تداوم رو ندیدیم. خب هیچ بحثی نیستش که شما بایستی این رفت و آمد رو کم بکنید. ما همیشه تعداد موارد بیمارمون در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در طول 2 ماه اخیر نزدیک به 4000 بوده. امروز 4600 نفر هست که من فکر می‌کنم سقف ظرفیت بیمارستانی مراقبت‌های ویژه هست در ایران تقریبا. و خب ما در شرایطی که تعداد بستری به این بالایی داشتیم، خب مرکز آموزشی و فعالیت‌های اجتماعی مذهبی رو خب آزاد گذاشتیم. متأسفانه نتیجه است که داریم می‌بینیم و هر چه زودتر خب اینها رو محدود بکنیم، رفت و آمدها رو محدود بکنیم، اجتماعات رو محدود کنیم، خب بعد از چند هفته بعد از اون یه مقداری بهبود می‌بینیم. ولی مهم در این مسائل تداوم هست و بایستی این مسائل به طور مداوم تاکید بشه برش. علاوه بر اون خب رفتار فرهنگی خود مردم، نرفتن به مسافرت ها و زدن ماسک و موارد دیگر خب بسیار بسیار موثر هستن. ممنونم از شما دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت های ویژه. ما در ایران معاون وزارت ورزش و جوانان از افزایش خودکشی در میان جوانان خبر داده. محمد مهدی تندگویان گفته بیشتر موارد خودکشی در سنین 15 تا 35 سال اتفاق می‌افتد. آقای تندگویان گفته امسال مواردی از خودکشی در میان نوجوانان زیر 15 سال هم ثبت شده. و علت اصلی این خودکشی‌ها را اوضاع بد اقتصادی دانسته. وزارت ارتباطات ایران از حمله مهم سایبری به 2 سازمان دولتی این کشور خبر داده. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده که بر اساس تحلیل‌ها و برآوردها هشدارهای پیشگیرانه‌ای برای مسئولان و کارشناسان دولتی صادر شده. گفته شده که بعضی از دستگاه‌های دولتی پس از دریافت هشدار اقدام به قطع موقت برخی خدمات و انجام دادن آزمایش‌های فنی کردند.
مقتدی صدر، روحانی شیعه و رهبر فراکسیون سائرون در پارلمان عراق یک بیانیه سه قسمتی با عناوین میثاق تظاهرات مسالمت‌آمیز، میثاق جهاد ملی و میثاق اصلاحات سیاسی منتشر کرده. او گفته تظاهرات باید با کمک شیوخ اصیل عرب باشد، ولی پیش از آن لازم است که شرایط قانونی و حقوقی در مورد برگزاری تظاهرات تدوین شود. آقای صدر گفته هدفش بازگشت امنیت، دور کردن دخالت خارجی و حفظ اقتدار حکومت است. پس از اون که پلیس ایران چند نفر رو به اتهام زورگیری و غمکشی در خیابان‌های تهران چرخوند و در ملأ عام تحقیر کرد، رئیس قوه قضاییه گفته این کار با حکم دادگاه نبوده و با متخلفان برخورد خواهد شد. با این حال رئیس پلیس تهران از عملکرد مامورانش دفاع کرده. انتشار تصاویر تحقیر خلافکاران در شبکه‌های اجتماعی با انتقاد و اعتراض گسترده روبرو شد. اما این اولین بار نیست که در ایران چنین اتفاقی می‌افتد. سیاوش اردلان نگاهی کرده به سابقه ماجرا در ایران و سایر نقاط جهان. عقب‌گردی بی سابقه از طرف مقامات ایران در مورد این اتفاق، چرخاندن خلافکاران در ملأ عام به حکم قاضی نبود، به دستور بازپرس بود. این حرف رئیس قوه قضاییه جای چند سوال دارد. آیا او با نفس کار مخالف است یا مشکلش سلسله مراتب اداری است؟ دومی که آیا این قبیل تصمیم ها مثل گرداندن این مجرم ها در خیابان، کوفتن بر سر و صورت آنها و واداشتن آنها به درآوردن صدای گوسفند یا پوشیدن لباس زنانه، همواره به دستور قاضی است یا به دستور بازپرس؟ اگر به دستور بازپرس است، چرا قبلا قوه قضاییه چیزی نمی گفت؟ و چرا رسانه ملی از مجازات تحقیر در ملأ عام با آب و تاب دفاع می کند و با پخش موزیک حماسی پیش زمینه و پخش صداهای موافق موضع جانبدارانه میگیرند؟ حکم محکمی براشون ببرن. برخورد اینا رو باید خیلی شدید باشه که زتر کنه. حتما خیلی ها در ایران با دیدن این گونه تصاویر غم‌کشی و زورگیری و ارعاب توسط این افراد در خیابان‌ها و بیمارستان‌ها، مانند آنچه در بیمارستان پورسینای رشت رخ داد، موافق تحقیر عمومی آنها باشند. اما در این باره نظرسنجی نشده و همین که رئیس قوه قضایی از این مجازات فاصله گرفته، نشان می‌دهد که دریافته افکار عمومی و جامعه مدنی راضی نبوده. ایران یکی از تنها کشورهای دنیاست که تحقیر عمومی خلافکاران به این شکل عریان و خشن وجود دارد. در اروپای قرون وسطا هم این گونه برخوردها بسیار مرسوم بود. به قرن بیستم که می‌رسیم، انقلاب فرهنگی چین شاهد چرخاندن روزانه مخالفان و منتقدان سیاسی حکومت ماو در خیابان‌ها بود. مردم عادی کوچه خیابان‌ها هم جزء صحنه‌گردان‌های اصلی بودند. اما حالا قرن 21 است و بیشترین نمونه‌های تحقیر عمومی از جمله در آمریکا ثبت شده. دو روز پیش این افسر پلیس به خاطر انداختن طنابی به گردن یک مرد کارتون خواب که سرقت کرده بود و چرخاندن او در خیابان‌ها به شدت سرزنش شد و سپس عذرخواهی کرد. و حتی یک قاضی که حکم داد مردی که در خیابان‌ها نسبت به کودکان قلدری می‌کرد، تابلوی به گردنش آویخته شود و کنار خیابان بنشیند. که بحث‌های زیادی را در خصوص مؤثر بودن و انسانی بودن چنین حرکتی برانگیخت. جان رانسون، یک تحلیلگر، می‌گوید شبکه‌های اجتماعی موضوع تحقیر عمومی را به سطح جدیدی بردند. فضایی که در آن کاربر سابقا بی صدا با تحقیر دیگران حرف دلش را میزند، مثل اتفاقی که برای مجریان قانون در ایران پیش آمد که پس از آبروریزی از آنها در شبکه‌های اجتماعی به خاطر همان آبرو بردن ولی به شکل کهنه و منسوخ آن تحقیر شدند و به ناچار از کاری که کردند فاصله گرفتند. گردن اینها رو خواهیم شکست، البته به استثنای فرمانده پلیس تهران که سفت و سخت پای کار مامورانش ایستاد. ولی حالا می‌داند تحقیر عمومی یک سلاح دولبه‌ای است که می‌تواند به راحتی دامن خود او را هم بگیرد. سیاوش اردن و بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای امروز. با ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران، دولت ورود و خروج از شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه را در 3 روز آینده ممنوع کرد. رئیس قوه قضاییه گفته چرخاندن خلافکاران در تهران با حکم دادگاه نبوده و با متخلفان برخورد خواهد شد. در ادامه این برنامه وزیر خیمه کل آب اومده، نهاش بارون اومده، مصائب ناتمام پناهجویان در جزیره لسبوس یونان.
لبنان و اسرائیل در تحولی کم سابقه مذاکره برای حل اختلاف بر سر مرزهای دریایی را آغاز کردند. دور اول این مذاکرات که مقدمه‌ای برای گفتگوهای بیشتر محسوب میشه، صبح امروز در یک شهر مرزی جنوب لبنان با میانجیگری آمریکا برگزار شد. دو طرف تأکید کردند که مسئله عادی‌سازی روابط مطرح نیست و موضوع مذاکره فقط اختلافات مرزی است. منطقه مورد مناقشه دارای ذخایر بزرگ گاز طبیعی است و دو طرف مخصوصا لبنان که دچار بحران شدید اقتصادی است به بهره برداری از اون چشم دوختند. کیوان حسینی گزارش میده. شهر کوچک و ساحلی ناقوره در جنوب لبنان، جایی که زیبایی مسحور کننده مدیترانه میان لبنان و اسرائیل تقسیم شده. مذاکرات کم سابقه یک هیئت 4 نفره لبنانی با یک هیئت 6 نفره از اسرائیل در اینجا برگزار شد، مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان که به یونیفل معروفند. اما نیروهای سازمان ملل تنها میزبان مذاکرات بودند. میانجی این مذاکرات دولت آمریکاست که 3 سال است تلاش می‌کند تا دو طرف را دور یک میز بنشاند. تلاش‌های آمریکا برای کاهش تنش‌های دیپلماتیک خاورمیانه اخیراً به عادی‌سازی روابط امارات و بحرین با اسرائیل انجامید. یک نقطه عطف تاریخی که موجب شده تا گمان زنی‌هایی برای پیوستن کشورهای عرب بیشتر به روند عادی‌سازی شکل بگیرد. اما لبنان می‌گوید که یکی از این کشورها نخواهد بود و هیچ برنامه‌ای نه برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل و نه حتی طرح موضوع در مذاکرات دارد. این کشور بیش از 1 سال است که با بحران اقتصادی عمیق روبروست و در ماه‌های اخیر در پی انفجار بزرگ در بیروت با بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. مسئله مذاکرات آنطور که هر دو طرف بر آن پافشاری کردند، مرزهای دریایی است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی باید تعیین شوند. اما اسرائیل و لبنان که علاوه بر زمین، در دریا هم مرز مشترک دارند، بر سر مالکیت این منطقه که به رنگ سبز درآمده اختلاف دارند. این منطقه دارای منابع عظیم گاز است. مذاکراتی هم که امروز کلید خورد و 2 هفته دیگر به شکل جدی‌تر دنبال خواهد شد، بر سر همین اختلاف است. اما اختلافات عمیق‌تر لبنان و اسرائیل گذشته بسیار دوری دارد و چندین جنگ و اشغال بر سر هر گونه عادی‌سازی روابطشان سایه افکنده. نقطه عطف این اختلافات هم در سال 1978 میلادی رقم خورد، زمانی که اسرائیل برای نخستین بار جنوب لبنان را اشغال کرد تا اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین را از آنجا بیرون کند. و از همین سال بود که یونیفل هم تشکیل شد و در مرز دو کشور از جمله در شهر ناقوره پایگاهی تأسیس کرد. اما جنگ و اشغال بخش‌های بزرگی از خاک لبنان در سال 1982 رقم خورد، زمانی که برخلاف قولی که دولت اسرائیل به دولت آمریکا داده بود، نیروهای ارتش این کشور به عمق خاک لبنان نفوذ کردند و بیروت را به محاصره درآوردند. تا این زمان هنوز اسرائیل حضور گروه‌های مسلح فلسطینی را دلیل این جنگ می‌خواند. اما از این دوران بود که آرام آرام گروهی از شیعیان لبنان هم اسلحه به دست گرفتند و به دشمن سرسخت اسرائیل تبدیل شدند. به همین دلیل وقتی که در سال 2000 میلادی بعد از نزدیک به 2 دهه اسرائیل به اشغال مناطقی از لبنان به طور کامل پایان داد، کسانی که در این سوی مرز لبنان از خوشحالی به خیابان آمدند و به سوی خاک اسرائیل سنگ پرتاب کردند، نه پرچم فلسطین بلکه پرچم گروهی را در دست داشتند که در این 2 دهه تشکیل شده بود و در جنوب لبنان پایگاه و محبوبیتی بسیار به دست آورده بود. حزب الله لبنان. 6 سال بعد اسرائیل تلاش کرد تا این بار بدون اشغال خاک لبنان به جنگ حزب الله لبنان برود، در نبردی که در ایران به جنگ 33 روزه معروف شده و در آن بیش از 1000 غیر نظامی لبنانی و حدود 40 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. از آن زمان اگرچه بین دو کشور آتش بس برقرار شده، اما اسرائیل و لبنان هرگز پیمان صلح امضا نکردند و در تمام این سالها این مرز یکی از پرتنش‌ترین مرزهای جهان باقی مانده. در این سالها بارها درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رقم خورده و اسرائیل همچنان مصر است که گروه حزب الله لبنان یک گروه تروریستی است، گروهی که در ساختار سیاسی لبنان حضوری رسمی دارد و این چنین در مرزهای اسرائیل خودنمایی می‌کند. و چه بسا بسیاری قدرت و نفوذ همین گروه را بزرگترین مانع برای هر گونه صلح و عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و لبنان توصیف کنند. کیوان حسینی، BBC. گزارش‌ها از تشدید جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ حکایت داره، هرچند قرار بوده که از شنبه آتش بس رعایت بشه.
رئیس جمهوری آذربایجان گفته عملیات نظامی کشورش برای گرفتن قره‌باغ ادامه خواهد داشت. نیروهای آذری در ساعات اولیه بامداد به دو هدف نظامی در داخل خاک ارمنستان حمله کردند. از طرف دیگه نخست وزیر ارمنستان اوضاع جنگ رو بسیار سخت توصیف کرده و گفته آذربایجان و ترکیه نمیخوان به تجاوزشون خاتمه بدن. کسرا ناجی گزارش میدن. این تصاویری از منطقه ارمنی نشین ناگورنو قره‌باغ که از داخل خاک آذربایجان گرفته شده. صدای انفجار، راکت و توپ. علی‌رغم آتش بسی که روز شنبه قرار بود به اجرا گذاشته شود، جنگ در روزهای گذشته تشدید هم شده است. و این در مرکز ناگورنو قره‌باغ در استپانکت یا خانکندی. اینجا از خیلی از خانه‌ها، مغازه‌ها و ادارات چیزی باقی نمانده. بیش از دو هفته جنگ نزدیک به 600 کشته به جا گذاشته از هر دو طرف. 75 نفر از اونها غیر نظامی. اینجا بعد از چند ساعت آرامش نسبی فرصتی برای تأمین هیزم و تهیه غذا قبل از برگشت به پناهگاه در زیرزمین‌ها. 27 числа ми здесь в подвале. این زن میگوید اینجا زندگی وحشتناک است. در زیرزمین به خودمان میلرزیم. هر لحظه امکانی یک انفجار است. میگوید بچه‌ها را که دیگر از ترس حرف نمی‌زدند به ایروان فرستادیم. فقط پیرها اینجا ماندند. در آن طرف خط مقدم در شهر تارتار در داخل خاک آذربایجان هم شرایط جنگی است و اغلب مردمی که باقی ماندند در زیرزمین‌ها زندگی می‌کنند. در این شروع فصل سرما این زن میگوید هفته پیش یک گلوله توپ بر روی خانه همسایه افتاد، خانه‌ای که در آتش سوخت. او میگوید خانه خودشان هم به شدت آسیب دیده و قابل زندگی نیست. در آنکارا رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز باز هم قول داد که ترکیه در کنار آذربایجان در این جنگ ایستاده و از هیچ کمکی به آذربایجان دریغ نخواهد کرد. دخالت ترکیه به این جنگ که سابقش به کمی بعد از سقوط شوروی سابق برمیگردد جنبه بین‌المللی داده است. امروز او این را تکذیب کرد که او جنگجویان سوری را برای جنگ به قره‌باغ فرستاده است. در آذربایجان حالا نشانه‌های بیشتری از آمادگی برای ادامه جنگ دیده می‌شود. آذربایجانی که می‌تواند حالا روی ترکیه حساب کند. کسرا نجی، بی بی سی. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که 35 هزار نفر در نتیجه 3 روز درگیری در ولایت جنوبی هلمند آواره شدند. در ادامه جنگ نیروهای دولتی و طالبان دیشب 9 نفر بر اثر برخورد دو بالگرد ارتش کشته شدند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع برای بررسی اوضاع امنیتی به این ولایت سفر کرده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته طی یک هفته گذشته بیش از 400 مورد ابتلا به کرونا ثبت شده. این رقم حاکی از افزایش آمار مبتلایان در هفته‌های گذشته است. بیشترین شمار مبتلایان در ولایت غربی هرات ثبت شده. یک هیئت بلندپایه از وزارت صحت برای بررسی اوضاع به هرات رفته. سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده که هند با اجرا نکردن قوانین موجود میلیون‌ها زن رو با خطر آزار جنسی در محل کار روبرو کرده. بر اساس قوانینی که 7 سال پیش تصویب شد، شرکت‌ها موظفند کمیته‌هایی برای رسیدگی به شکایت‌ها درباره آزار جنسی تشکیل دهند. گزارش جدید دیدبان حقوق بشر می‌گوید هند در تصویب قوانین پیشرفت‌هایی داشته ولی در اجرای آنها ناکام بوده. بعضی از پناهجویان در جزیره لسبوس یونان که بعد از بارندگی شدید دیروز چادرهاشون رو از دست داده بودند، فعلا در چادرهای جمعی بزرگ اسکان داده شدند. تصاویری که به دست ما رسیده وضعیت نابسامان پناهجویان رو در شرایط آب گرفتگی نشون میده. بعد از اینکه اردوگاه موریا ماه گذشته آتش گرفت و سوخت، دولت یونان کمپ جدیدی ساخت. پناهجویان میگن شرایط اردوگاه جدید موریا از قبلی هم بدتره. پرهام قوادی گزارش میده. بلا از زمین و آسمان بر سر پناهجویان می‌بارد و رویای زندگی بهتر در اروپا که فعلا نقش بر آب شده. کمپ جدید. اینجا اردوگاه جدید موریا در جزیره لسبوس است. همه رفته زیر آب.
الان من از این جلوتر نمیتونم برم، وگرنه اون سیلابی که اونجا جمع شده رو بهتون نشون میدادم. ببینید وسط اون چادرها رو ببینید، شما خودتون قضاوت کنید. حالا داخل اون چادر چه اتفاقی افتاده خدا میدونه. تصاویری که به دست ما رسیده اتفاقی که داخل چادرها افتاده را نشان میدهد. از زیر خیمه کل آب اومده، اونهاش بارون اومده، این آب اومده، آمو که میکنم این آبه. زیر خیمه مشاهده میکنی؟ بارندگی شدید در جزیره لسبوس دیروز شروع شد. اینجا وضعیت خیلی خرابه. و پناهجویان از پیامد آن خبر داشتند. چند دقیقه دیگر تمام تپ چادرها همه زیر آب میره. پناهجویان با دست خالی به جنگ آخرین بلایی رفتند که این بار از آسمان بر سرشان نازل شد. هفته پیش هم باران 80 چادر را نابود کرد. اردوگاه موریا ماه پیش آتش گرفت و کاملا سوخت. کمپی که ظرفیت 1800 نفر را داشت ولی 13000 نفر در آن ساکن بودند. بعد از چند هفته آوارگی در خیابان‌ها، یونان حالا پناهجویان را به اردوگاه جدیدی که برپا کرده فرستاده. جایی که شرایط از کمپ قبلی هم بدتر است. هرچند دولت یونان وعده داده بود با ساخت اردوگاهی دائمی مشکلاتی را که در کمپ قبلی بود رفع کند. شهرت وضعیت نابسامان اردوگاه موریا در جزیره لسبوس این روزها جهانی شده. بدنامی که فعالان حقوق بشر میگویند سیاستی است عمدی برای دلسرد کردن پناهجویان تا دیگر به اروپا نیایند. اما پناهجویانی که با هزار امید و آرزو رسیدند خود را در باتلاق بلا تکلیفی میبینند. جایی که کشتی رویاهایشان فعلا به گل نشسته. پرهام قبادی، بی بی سی. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی رو انتخاب کردید.